درود بر شما همراهان گرامی و با درود بر تمامی مبارزان راه آزادی. بر اساس آخرین اخبار و تصاویر مخابره شده امروز چهارشنبه 4 آبان 1401 علی‌رغم تدابیر شدید امنیتی که از روز گذشته در سر تا سر کشور برقرار شده است، شمار زیادی از مردم در شهرهای ایران از جمله تهران، اصفهان، تبریز، اردبیل، سقز، سنندج، کرمانشاه و بسیاری از شهرهای دیگر برای شرکت در مراسم 40مین روز کشته شدن مهسا ژینا امینی به خیابانها آمدند و سرنگونی علی خامنه ای را صدا می زنند. عمده شعار معترضان در این روز امسال سال خونه، سید علی سرنگونه، زن زندگی آزادی، ایران، کردستان، گورستان فاشیست ها و مرگ بر دیکتاتور بودند. اما اعتراضات تنها به شهرهای کردنشین ختم نشده است و تنها در خیابانها جریان ندارد. اوضاع در اطراف بازار تهران جنگی گزارش شده است. در خیابان جمهوری تهران درگیری نیروهای امنیتی و معترضان به آتش سوزی های گسترده انجامیده است. از مشهد تصاویری مخابره شده است که نیروهای امنیتی با مواجهه با خیلی عظیم مردم ایران فرار می کنند. مردم در حسن آباد تهران پلاکارد هایی حمل می کنند که در آن نوشته است این بار فرق می کند. انقلاب تا رسیدن به آزادی شبانه روزی ادامه دارد. خیابان ها و کوچه های اطراف خیابان امیرآباد در تهران هم بسیار ملتهب است. این خبر از آنجایی اهمیت دارد که منطقه امیرآباد منطقه نزدیک به محدوده پاستور می باشد. خبرنگار خبرگزاری ZDF آلمان که در تهران به سر می‌برد گفته است که بسیاری از خیابان‌های تهران در کنترل مردم درآمده است و این اولین باری است که در ایران چنین صحنه‌ای را شاهد است. در پامنار تهران بازاریان به اعتصاب و قیام پیوستند و بازاریان شجاع شهرهای مختلف هم با تعطیلی واحدهای صنفی خود را برای قیامی سنگین‌تر در روزهای آینده آماده می‌کنند. در این شرایط که در خیابان‌های اطراف پاستور در تهران شرایط بسیار ملتهب خوانده شده است، خبرگزاری تسنیم از خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در متنی با هراس و ترس بسیار نوشته است که نیروهای امنیتی مماشات را کنار بگذارند، معترضان نزدیک به خانه آقایمان شدند. تسنیم در ادامه نوشته است که وضعیت در اطراف بازار تهران هم شبیه وضعیت جنگی شده است و این نشان می‌دهد که معترضان ضد ایرانی هستند. از دست ادعاهایی که سران رژیم جمهوری اسلامی سالهاست که تکرار می‌کنند و نمی‌دانند که مردم ایران دیگر فریب این سخنان را نمی‌خورند. بله درست است، بازار تهران در کنترل مخالفان درآمده است. بهتر بگوییم دیگر تمام خیابان‌های ایران، تمام ایران در کنترل مخالفان درآمده است و شما جنایتکاران دیگر جایی در ایران زمین ندارید. تداوم رشته قیام‌های مهر ماه 1401 حکایت پیدایش و تکثیر جویبارهاست که به سیلی از مردم تبدیل می‌شود. استمرار قیام به هر شکلی که پیش می‌رود مهار آن از دست حاکمیت بیشتر بیرون می رود. قیام ها در این 13 سال گذشته یک به یک با بیرون آمدن از هر حلقه کنترلی حاکمیت یک مرحله به شکستن مدار نهایی نزدیک شدند و اکنون این قیام در آخرین مدار کنترل حاکمیت چنگ در چنگ با تمام توان ایستاده است. حتی اگر اتاق جنایت حاکمیت تمام ظرفیت سرکوبگریش را هم به میدان بیاورد، باز هم توان شکست دادن
این جویبارهای به هم شکسته مردم در سراسر کشور را ندارد، چرا که ضرورت سرنگونی رژیم فاسد ولایت فقیه از خط مقدم نبرد پیشتازان آن در سالیان طولانی اکنون به تک تک کوی و محلات و شهرها انتقال یافته است و برای همین است که خبرگزاری های حتی نزدیک به حکومت هم این روزها پیروزی مردم ایران را فریاد می زنند. خبرنگار روزنامه اعتماد در توییتر خود در اقدامی بی سابقه نوشت که بازار تهران در واقع سقوط کرده است و این بار فرق می کند. مردم دیگر دریافتند که بر سرزمین ما یکی از خشنترین دولت‌های تاریخ حکومت می کند و حکومتی که خشونت در ذات آن نهفته است و تا به امروز نشان داده است که در امر سرکوب از بکار بردن هیچ شیوهی روی گردان نیست، به همان سادگی هم می توان با سازماندهی و هوشیاری جمعی هیولای سرکوب را ناکارآمد کرد. از جنبش دانشجویی تیر ماه 1378 تا جنبش زنان و تا اعتصاب‌ها و حرکت‌های اعتراضی کارگری، تا تظاهرات معلمان و بازنشستگان و مال باختگان، تا جنبش سبز و مطالبه رأی منکو که فشرده خواست‌ها و مطالبه‌های مردم ایران از ابتدای شورش 57 تا به امروز بوده است، خیزش دی ماه 96 و خیزش آبان 98 و غیره، همه و همه ما شاهد آرام آرام شکل گیری یک حرکت اجتماعی بزرگ در بطن جامعه بوده ایم که در مرکز تضادهای جامعه قرار گرفته است. در کوب بیشتر واعث رادیکال تر شدن معترضان شده است و این روزها در تمامی تصاویر میبینیم که مردم دیگر از نیروهای امنیتی یا بهتر بگوییم از سگان هار علی خامنه‌ای نمیترسند. مردم ایران اکنون در مسیری قرار گرفتند که شاید مژگان افتخاری مادر ژینا امینی در 40مین روز درگذشت دخترش با دل نوشته شاعرانه آن را به بهترین شکل توصیف کرد. امروز 4 آبان مصادف با 40مین روز درگذشت مهسا امینی، مژگان افتخاری در استوری اینستاگرامش نوشت: ژینا فرشته مادر، دلدار برادر، تو نیستی که ببینی چگونه عطر تو در عمق لحظه ها جاری است، چگونه عکس تو در برق شیشه ها پیداست، چگونه جای تو در جان زندگی سبز است، هنوز پنجره باز است. ژینا جان، جان پدر، جان مادر، جان برادر، تو رفتی و ناگهان 1000 پنجره از 1000 سوی عالم باز شد، هزاران شمعدانی به نامت رنگ گرفت، هزاران هزار درخت به قامتت در زمین کاشته شد. تو نبودی که ببینی ملت از هر قوم و دیار به نام ایران به پای دلداری دخترشان ژینا دلدار دل داغدارمان شد. وای ژینا. مخاطبان گرامی، ضمن درود، اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.